سلام، به برنامه برای آزادی زندانیان سیسی خوش اومدید. سهیلا دالان هستم و خوشحالم که یک بار دیگه با شما عزیزان بیننده همراه هستم. در برنامه امروز که با همکارانم در بخش فنی تهیه شده میپردازم به بزرگداشت روز جهانی کارگر، مصاحبه با درسا بی آزار، همسر زندانی سیاسی سینا بهشتی، اخبار زندانیان سیاسی و گزارش ویژه. 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر امسال ویژه بود. از خانواده های جانباختگان و دادخواه تا کارگر معلم و بازنشسته و دانشجو این روز را گرامی داشتند و پیام دادند. حتی از درون زندان ها شاهد پیام هایی بودیم. در 11 اردیبهشت شاهد انتشار قطعنامه هایی از جانب 28 تشکل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، مدافعین حقوق زن، حقوق کارگر، کارگران غیر رسمی نفت و فولاد اهواز بودیم. قطعنامه هایی که یک محور مهم آنها اعتراض به زندگی زیر خط فقر و تاکید بر افزایش حقوقها و برچیده شدن حقوقهای نجومی و همچنین تاکید بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی و نکات دیگری بودیم. با هم قرائت بخش هایی از یکی از این قطعنامه ها توسط ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران رو ببینیم. قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال 1400. امسال ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و همه حقوق گیران زحمتکش در حالی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، کیفرخواست خود را در برابر ستمگران قرار می‌دهیم. مرگ و وحشت ناشی از ویروس کرونا و مصائب بیشمار و لاینحل اقتصادی و معیشتی و نبود کوچکترین روزنه‌ای برای بهبود شرایط موجود و بی‌تفاوتی حکومتگران در برابر این وضعیت جهنمی چنان سایه خود را بر بالای سر هست و نیست میلیون‌ها انسان در سراسر کشور گسترانیده است که برای ما کارگران، معلمان و بازنشستگان و دیگر توده های زحمتکش رنج دیده مردم ایران چاره ای جز در هم شکستن این وضعیت به نیروی متحد و سراسری اعتراضاتمان باقی نگذاشته است. افزایش فوری حداقل حقوق کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران شاغل بازنشسته به بالای 12 میلیون در ماه. واکسیناسیون کرونا باید فوراً و به صورت رایگان همگانی انجام گیرد. همچنین تمامی زندانیان میبایست تا پایان دوران بحران کرونا یا آزاد گردند یا به مرخصی فرستاده شوند. پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات سیاسی، صنفی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبش‌های آزادی و برابری طلب و آزادی بی‌قید و شرط همه کارگران، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند. آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات. پرداخت فوری مطالبات و معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی همراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری عدم پرداخت حقوق مزایایان، تأمین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی‌ها، محاکمه غارتگران صندوق‌های بازنشستگی، ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید پرستاران را نیز در بر بگیرد، برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان، برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و خانوادگی، به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هر گونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر، باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغا شود. Thank you.
بله، برای در جریان قرار گرفتن کامل قطعنامه شما میتونید به سایت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی www.crppi.org مراجعه کنید. در ادامه بزرگداشت روز جهانی کارگر در کانادا برنامه آنلاینی از طرف اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی برگزار شد که من به نمایندگی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی شرکت و صدای کارگران معلمان و فعالین سیاسی زندانی از جمله شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی، سپتی قردیان، آتنا دامی و تمام زندانیان سیاسی بودن و از اونها خواسته شد که حمایت کنند از فعالین سیاسی، فعالین کارگری که در زندان هستند و نامه بنویسن به دولت خودشون و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار بشن، چرا که جمهوری اسلامی نماینده کارگران ایران نیستش. با هم گوشی از این برنامه رو ببینیم. Actually, going off that note, our next speaker goes very well. We have Sohelia Delvend, and she is with the Campaign to Free Political Prisoners in Iran. Thank you very much. It's an honor to join you to celebrate May Day, because May Day is a day of global unity and solidarity of all workers around the world. This May Day clearly is holding a very challenging and difficult time. The COVID-19 crisis continues to take its toll and has had a devastating direct impact on the life and living condition of working class around the world, especially in Iran. On May Day, we are the voice of all our workers who are in prison of Islamic regime in Iran, union activists, teachers, children rights activists, and labor activists are currently in prison. We, along with all the workers, strongly protest against this attack on workers by the Islamic regime. We are against the very notion and existence of political prison. No one should be arrested or imprisoned anywhere for their beliefs, organization, and struggle for their rights. In particular, our effort and commitment is that no worker held in the prison and flagged because defending his life and his right or going on strike even for holding event on May Day. Shapur Ehsani Rad, a well-known worker leader, Ismail Abdi, a well-known teacher, Sepitei Kolyan and Atana Daami, the worker and children rights activists and all prisoners must be released. Despite ongoing threat from the regime in Iran, labor activists have not stopped fighting for worker rights. We are witnessing an increasing number of protests, strikes, and rallies in factories across Iran. Jailed labor activists and their families are under immense pressure from the regime to stop their activities. However, they continue their fight and even issue statements from prison calling on people and the international community to support the labor movement in their struggle against the regime. Labor activists need our continued support and solidarity. Therefore, on May Day, International Worker Day, please write to the International Labor Organization, ILO, as well as your government and demand the expulsion of Islamic regime from ILO. Pressure on Islamic regime to stop the crackdown on the May Day event. Workers in Iran must be able to freely exercise their fundamental rights, including to set up their own organization, to organize and take part in rallies, assemblies, protests, and to organize strike action. The terror and violence against workers and their family in Iran must be stopped. All jail workers and teachers must be immediately and unconditionally released. We will not give up for a moment struggling to free all of them and fighting against the barbaric Islamic regime, capitalist regime. Injury to one is injury to all. Long live solidarity, long live May Day. Thank you very much. Thank you so much.
و باید بگم سینا بهشتی، زندانی سیاسی، هنرمند و کارگردانی که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم به زندان شد و در و از روز سه‌شنبه 21 مرداد 99 در زندان اوین سر می‌بره. بریم و این مصاحبه رو با هم ببینیم. سلام خانم دوستابی آزار، که به ما وقت دادین که گفتگویی داشته باشیم در مورد وضعیت همسر شما سینا بهشتی، زندانی سیاسی. درود به شما و درود به همه بینندگانتون. سپاسگزارم و ممنون از تریبون که در اختیارمون گذاشتید. ممنون از اینکه با ما هستی. از سینا برامون بگید که چرا زندان هستی سینا؟ سینا بهشتی سال 95 به دلیل اجرای یک تئاتر منتقدانه و با تم سیاسی و جوایز بسیاری که توی اون تئاتر گرفتش، ولی بعد از اون بهش اتهاماتی بستن به این دلیل که تئاتر فضای سیاسی داشت، کاملا انتقاد میکرد. و سینا همسر من عکاس و فیلمبردار هستش، در تهیه عکس و خبر هم بسیار کوشا بود و بعد از این اتفاقات بود که سینا در منزل خودش در تهران دستگیر شد همراه چند تن از دوستان و برادرش. به مدت 3 ماه و نیم توی انفرادی 209 وزارت اطلاعات توی اوین به سر برد و بعدش با قرار وثیقه آزاد شد و ابتدا 5 سال حکم زندان براشون صادر شد. بعد از ارائه درخواست به دادگاه تجدید نظر توسط وکیلشون آقای امیرسالار داوودی که الان خودشون هم توی زندان هستن، این حکم به 2 سال تحویل پیدا کرد. الان سینا در چه وضعیتی هستش در زندان با توجه به کرونا و شرایطی که بر زندان حاکم هستش؟ سینا بهشتی الان به مدت 4 هفته است که ممنون ملاقات هم شده، حتی همون ملاقات کابینی که تنها امکان دیدار ما بوده بعد از شرایط کرونایی، چون ملاقات های حضوری کاملا تعدیل شده بودن. بعد از اعتصاب غذایی که توی عید قبل از عید شروع شد در حمایت از همبندشون آقای اسماعیل عبدی و دیگر زندانیانی که تبعید می شدن، واقعا رو بوده می شدن، ایشون اعتصاب غذا کردن و بعد از اون شما مشغول تنبیهاتی شدن، مثل رد مرخصی به مدت 2 بار و ممنوع ملاقات شدن و هنوز همین ممنوع ملاقاتی ادامه داره و نمیدونیم تا کی. خب پس در حال حاضر شما اطلاعی مشخصی از ایشون ندارید با توجه به اینکه از ملاقات، از داشتن حق ملاقات ممنوع شده؟ تماس تلفنی هستش که تو این روزهای اخیر خبر بهتری که تلفنشون هم مال اتاقشون خراب شده، ولی خب تماس تلفنی میگیرن از اتاقهای دیگه و تنها امکان ارتباطیمون فعلا تماس تلفنی. برای شرایط کرونا هم که خب همونطور که در جریانی، همونطور که بیرون ما بسیار در مضیقه هستیم، اونجایی که امکانی رو داریم که فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم، امکانی رو داریم که لوازم ضد عفونی رو تهیه کنیم، انقدر میزان ابتلا زیاده و بالاست. حالا فکر کنیم توی زندان، توی بند که اصلا امکان فاصله گذاری اجتماعی نیست، با اندک امکانات بهداشتی و جلوگیری از ویروس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب من یه سوال میخوام بکنم، که الان شما صدای سینا هستین، فکر میکنید تاثیر این که خانواده های زندانیان سیاسی جلو بیان صحبت شدن در مورد وضعیت عزیزانشون چقدر میتونه تو تغییر وضعیت اونها تاثیرگذار باشه؟ ببینید اصولا خانواده های سیاسی نگرانن، مضطربن، میترسن و من به نوعی بهشون حق میدم، چون ابتدا به سکه که زندانی وارد زندان میشه همه دعوت به سکوت میشن، همه خانواده ها دعوت به سکوت میشن، سکوت کن برای زندانیت بهتره، زودتر آزاد میشه. اما اینجا نیست، زندانی نیاز به صدا داره، زندانی سیاسی نیاز داره شنیده بشه، نیاز داره از مشکلات و سختی هایی که تو زندان داره بگه و مردم بدونن. صرفا به دلیل آگاهی مردم، صرفا به این دلیل که امنیت جانیش بیشتر میشه اونجا. ما بسیار داشتیم، میتونیم از علیرضا شی، محمد علی ها یاد کنیم اینجا که صدایی نداشتن و حالا جان باختی راه آزادی هستند. بله خب با توجه به نکته شما خیلی مهمه که خود زندانیان سیاسی صدای عزیزانشون باشه، چرا که
به این شکل میتونه به بقیه کسان، به نیروها، به سازمان ها، به کسایی که مدافع حقوق زنان و میان سیاسی هستن بهتر میتونن صدای انعکاس بدن. خب من میخوام سوال با بخاطر وقت برنامه میخوام سوال آخر از شما بپرسم. پیام شما به دیگه به خانواده زندانیان سیاسی اساسا چی هستش و توقع شما از جامعه، از مردمی که این زندانیان سیاسی به حق باید گفت که صدای معترض اون هستش چی هستش؟ ممنون از سوال خوبی که پرسیدید. برای خانواده های زندانیان سیاسی فقط اینو دارم بگم که رمز پیروزی در اتحاده. ما اگر کنار هم باشیم میتونیم زندانیانمون رو آزاد کنیم. تک به تک نه. هیچ وقت موفقیت و آزادی نمیرسیم. صدای من تنها به کجا میخواد برسه؟ اگر همه یه مطالبه جمعی داشته باشیم، مطالبه که غیر قانونی نیست، ما خواستم کاملا قانونی آزادی عزیزانمون، این رو یک صدا بخواییم عزیزانمون به زودتر آزاد میشن. در مورد مردم هم ببینید، همسر من کارگردان تئاتر جوازی بسیاری برنده شده توی این هیته هنری، ولی توی این روزهای اخیر بسیار دلگیرم از جامعه تئاتر. این جامعه تئاتر از خود مردمه. کجان؟ چرا صدای نماینده خودشون نشدن؟ چرا هیچ وقت ازش نگفتن؟ چرا ترسیدن؟ اکثریت مردم از خانواده های زندانیان سیاسی هم میترسن، به نوعی ما رو ترک میکنن. چه بسیار داشتیم زندانیانی که حالا جرمشون شرارتی بوده، مالی بوده، بسیار موارد دیگه بوده، وقتی برمیگردن تو اجتماع پذیرفته شدن، بسیار احترام و عزت هم دارن، ولی خانواده های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی نه. مردم میترسن از مراوده با ما. میخواستم به مردم بگم ما از خودتونیم، ما از دل این جامعه بیرون اومدیم، ما خواستیم صدای شما باشیم، ما هیچ چیز ناحقی نخواستیم، ما یک صدا بودیم از سینه های این همه انسانی که توی زجر و درد دارن زندگی میکنن. همین و تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنون گفت عزیز. به امید آزادی سینا و تمام سیناها و همه زندانیان سیاسی درمان، چرا که همینجور که گفتی با هم صدا بودن، با اتحاد تمام خانواده زندانیان سیاسی میتونیم راه گشایی باشیم در قدر برای آزادی زندانیان سیاسی. برحال ممنون دوست عزیز از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. در ادامه برنامه نگار نادری رو همراه داریم از بخش اخبار زندانیان سیاسی. بریم و همراه باشیم با نگار نادری. ممنون سهیلا. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری، خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را به اطلاع شما میرسانم. آرش صادقی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی، شنبه 11 اردیبهشت پس از تحمل 5 سال و 6 ماه حبس از زندان کرج آزاد شد. از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی آرش صادقی را به همسرش گلرخ ایرایی، خانواده‌اش و تمام مردم شریف و آزادیخواه صمیمانه تبریک می‌گوییم. همچنین وی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به شرح نقض حقوق خانواده زندانیان سیاسی پرداخت. شنبه 11 اردیبهشت 1400 به مناسبت روز جهانی کارگر، شاهد تجمعات اعتراضی باشکوه کارگران و بازنشستگان در چندین شهر کشور بودیم. همچنین در جریان تجمعات روز جهانی کارگر، نزدیک به 30 نفر در مقابل وزارت کار در چندین شهر دستگیر و در همان شب آزاد شدند. در بین این افراد، عسل محمدی، هیراد پیربداغی، سعید ملایری و شیز امانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و همراه چند نفر دیگر بودند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98، پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. وی در زمان بازداشت توسط مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
نازنین زاغری زندانی سیاسی ایرانی بریتانیایی به یک سال حبس تعزیری، یک سال ممنوع الخروجی محکوم شد. اواسط اسفند ماه سال گذشته پس از تحمل محکومیت 5 سال حبس پیشین خود از زندان اوین آزاد شده بود. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم مضاعف و غیابی برای گلرخ ایرایی زندانی سیاسی تبعیدی محبوس در بند زنان زندان آمل خواستار تحریم مقامات صادر کننده این حکم شد. 60 نفر از کنشگران حقوق زن، خانواده های زندانیان سیاسی و دادخواه در بیانیه عضویت حکومت آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی در کمیسیون زنان سازمان ملل را محکوم کردند و خواهان بایکوت و اخراج جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی شدند. چند روز قبل از روز جهانی کارگر، وزارت اطلاعات از طریق تماس‌های تلفنی مکرر با اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی اقدام به تهدید این کارگران برای ممانعت از برگزاری و شرکت در تجمع‌های روز جهانی کارگر نمودند. همچنین رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در صفحه اینستاگرام خود از تهدید جانی خود و خانواده‌اش خبر داد. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی، در ادامه با سهیلا دالوند خواهیم بود. ممنون از شما. در ادامه اخبار زندانیان سیاسی، این خبر به ما رسیده که روز یکشنبه تجمع اعتراضی در مقابل زندان کرج با حضور نمایندگانی از کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافع حقوق بشر برگزار شد. با هم صحبت‌های عزیز قاسم‌زاده از کانون صنفی فرهنگیان ایران و همچنین جعفر عظیم‌زاده از اتحادیه آزاد کارگران را که در اعتراض به زندان کردن اسماعیل عبدی و فعالین کارگری و سیاسی بوده را با هم بشنویم. اردویشت 1400 است. 60 سال پیش در چنین روزی دکتر خانعلی جانشو برای مطالبات صنفی از دست داد. کسی باور نمی‌کرد 60 سال بعد در این ندامتگاهی که ما هستیم اسماعیل عبدی برای احیای اصل 30 قانون اساسی در زندان باشه. فکر نکنم در جهان هیچ نظامی و هیچ حکومتی به اندازه نظامی که در ایران مستقر هست به جنگ با قانون اساسی خودش رفته باشه. ما خواهان آزادی اسماعیل عبدی و همه کنشگران صنفی و مدنی هستیم و امروز نمایندگان طیف‌های حقوق بشری، وکلا، کارگری و جامعه صنفی معلوم، بخشی از جامعه صنفی معلوم تنها اینجا آمدن بگویند که اسماعیل عبدی رو آزاد کنید. من دعوت می‌کنم از جناب آقای عظیم‌زاده که صحبت کوتاهی داشته باشند. جای معلم زندان نیست، جای کارگر زندان نیست. هیچ انسانی به دلیل داشتن عقیده نباید زندانی بشه. هیچ مخالف سیاسی حکومتی حتی اگر خواهان نفی اون حکومت بشه نباید زندانی بشه. هیچ انسانی نباید به دلیل فعالیت‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی زندانی بشه. مطبوعات آزاد حق مردمه. آزادی بیان حق مردمه. کارگران، معلمان و عموم توده‌های زحمتکش مردم حق دارن سازمان‌های صنفی و سیاسی خودشون رو برپا بکنن تا بتونن از حقوق انسانی خودشون دفاع کنن. تجمع راه پیمایی حق مردمه، اعتصاب حق مردمه و اونجا که سیاست های حکومت علیه مردمه، مردم حق دارن در مقابل این سیاست های ایستادگی کنند. زندانی سیاسی آزاد باید کردند. در اعتراض به حفر قبر های جدید در خاوران، تعدادی از مادران دادخواه بیانیه‌ای را به عنوان ما در کنار مادران و خانواده های خاوران ایستاده ایم را انتشار دادند. در قسمتی از این بیانیه اومده بسیاری از این مادران با غم بزرگی در دل جهان را وانهادند و رفتند. با تمام رنج هایی که آنان رفت هرگز دست از دادخواهی نکشیدند. پرچمی را که آنان به دست گرفتند اکنون به دست ما مادران نسل جدید دادخواهان رسیده است. شنیده ایم اخیراً خاوران محل دفن فرزندان این زنان مادران مبارز دست درازی شده و میخواهند در آن تغییراتی به وجود آورند و آن را تبدیل به محلی برای دفن درگذشتگان دیگر کنند.
ما امضا کنندگان این بیانیه مراتب اعتراضمان را نسبت به این عمل غیر انسانی اعلام میکنیم. خاوران باید به عنوان نمادی از مبارزه ما مردم ایران بر علیه فراموشی دست نخورده باقی بماند. خاوران یادآور از جان گذشتگی هزاران زن و مرد جوانی است که به مانند فرزندانمان به گلوله بسته شدند و به گردنشان طناب انداختند. ما در کنار مادران و خانواده‌های خاوران ایستاده‌ایم. بله، این بود قسمتی از بیانیه مادران دادخواه در اعتراض به حفر جدید قبرها در خاوران. در اینجا بشنویم از محمد رستگار در بخش تهیه گزارش ویژه. درود. گورستان خاوران یادآور تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است. در این گورستان هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی به دست جمهوری اسلامی اعدام شده و به صورت مخفیانه و بدون نام و نشان در گورهای دست جمعی دفن شده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 دزدانه و شبانه اجساد زندانیان سیاسی را در گودال بزرگ دفن کرد. مدفون کردن اجساد چنان شتاب زده و سطحی است که عضوی از پیکر مرده و یا تیک لباسی از خاک بیرون زده بود. در واقع همین سرنخ‌ها توانست جنایتی را که در آن تابستان در پشت درهای بسته زندان‌ها صورت گرفته بود برملا کند، در حالی که حکومت در تلاش بود تا این اعدام‌ها را سری نگه دارد. خانواده های خاوران شاهد این جرایت بودند و خواست دادخواهی را پایه گذاشتند. تلاش کردند که دیده شوند، که جنایت دیده شود و عزیزانشان فراموش نشوند. اما جمهوری اسلامی به دفعات برای از بین بردن این گورستان بهانه‌هایی طرح می‌کرد. و یکی از این طرح‌ها تخریب کردن این گورستان بود که با اعتراض‌های وسیعی روبرو شد. خاوران باید بماند تا در محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به عنوان شاهد زنده غیر قابل انکار حاضر جنایت علیه بشریت حاضر شود. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن محکوم کردن این جنایت خواهان محاکمه عاملین و عامرین این جنایت است. محمد صادق رستگار، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. با تشکر از شما عزیزان به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. با تشکر از همراهی شما عزیزان، اما قبل از پایان برنامه توجه شما رو جلب میکنم با راه‌های تماس با ما در تماس باشید. مثل همیشه منتظر نکات و پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی، دلتون شاد و روزگار به کام شما عزیزان.